ببین آقای امیری، این صدا رو یه بار برات پخش کردم. چرا مهمه این؟ در بازار میکشن، شما دارید در سفر میکشن، در کنار خانوادهتون میکشن، روی بسترتون اینو میکشن. شما دارید یه چیزی رو پیش بینی میکنی که مو به مو بعدش اتفاق افتاد. چی نمیدونم، فکر کنم 5 ماه 6 ماه قبل از سقوط کابل داری یعنی این صحنه ها رو یه کسی دیده بودم که ما تو پست گذاشتیم اینا رو چسبونده بود، آدمایی که توی این 3 ماه امارات اینا رو توی بسترشون کشتن، آدمایی که اینا رو روی سرکا توی جاده ها کشتن، اینا مسجدایی که انفجار دادن اینا رو کشتن. حالا شما چند ماه قبل از سقوط عین روز مثل سینما دارین میبینین که چه اتفاقی میخواد بیفته و عمرای ارتش هستین. چطوری که رأس اصلا حرف شما رو نمیفهمه؟ تو مجبوری به مردم، به اینجا سران محلی هم فکر کنم نشستن، به اینا بگی که آقا تو رو خدا بیاید گوش کنید حرف من، این بلا سر همتون میاد، بیاید به ما کمک بکنید. اون حکومتی که داری میجنگی براش، یا افسرش مثل تو مثل روز داره میبینه که چی سر مردم خواهد اومد، در این حال نمیشنوه حرف شما رو. ولی باز شما به فکر چاره نمیافتیم که بابا اینا خائنن دیگه، اگه نمیشنون منابع به تو نمیده، امریکا ول کرده به تو سلاحی که قبلا میداده، حالا یا مهماتشون نمیده یا هواپیماش میاد بمباران نمیکنه، اگر وزیر هست میاد توی کارهای خودش نفرای خودش رو جابجا میکنه، اصلا به سرباز به نیروی تو کاری نداره، 3 ماه حقوق تو نمیدن، شما رو یکی یکی دارن میکشن از وظیفه، دارن بازنشستتون میکنن، در عوض آدمایی میارن که آدمای خودشون. اینها به هر حال کاملا مشهود بود که یه معامله، یک اسمش هم معامله نزنیم، یک هدف گذاری، یک سیاست پلیدی پشت پرده داره اتفاق میفته. شما حالا جوان هستید، بزرگانی که بودن آقای دکتر عبدالله اینا نمیدونن. سوال مردم همینه، چرا ارتش اینقدر الان هم هدف حمله همه چی ارتش؟ من میفهمم چقدر شما هم مظلوم بودید، داشتین میجنگیدین، نه اون دولتی که میجنگیدین ازش براش ازتون حمایت میکرد، مردم دیگه از شما ناامید شده بودن، سرباز شما از امید نداشت، فکر میکرد هیچ که بهش کمک نمیکنه، بهش خیانت شده، روحیش فرو ریخته بود، به قول شما ارتش شاریده بود از 2 سال قبل 3 سال قبل. من از زمینه این قدم به قدم اتفاق افتاد مثل سینما، تو چند ماه قبل داری اینو میبینی، داری برای همه میگی آقا این اتفاق میفته، اینقدر دقیق یعنی دیگه رسیدی به جزئیات. چرا چاره اندیشیده نشد؟ چرا اون موقع تصمیمی گرفته نشد؟ چی مانع شد؟ همین آدمای خود فروخته، اسمشون رو بزنیم حالا هرچی، توهین نکنیم، همین آقایونی که نخواستن همراهی بکنن، پول و سمت و اینها چشمشون رو کور کرده بود، نیروهای آمریکایی، نمیدونن نیروهای بین المللی، کی مانع شما بود؟ در ماه حمل 1400 150 جنرال رده بلند وزارت دفاع و داخله در ترکیه خانه خریده بود. ما میفهمیدیم، دردهای زیادی را میفهمیدیم، اما گفتم با کی باید میگفت؟ ملت ما هم میفهمید، ما تا نهایت تلاش میکردیم حق خود دین خود ادا بکنیم، و اما پیام ما را با کی میرسوندیم؟ نه اپوزیسیونی بود، نه سیاستمداری بود که واقعا جبهه مشخصی در مقابل نظام بگیرد، و نه مردم ما دیگه توان استاده شدن داشتن. برای چی استاد می شدن؟ رهبر کی بود؟ باید به خاطر کی استاد می شدن؟ رهبرایشون هم به اینا پشت کرده بود، رهبرا به دنبال موقف بود، مردم خسته شده بود، مردم تا به امروز پای کمنت ما حرفا نیک نشان می کنند. شما برین اگر ما ارزیابیشون بکنیم رسانه های اجتماعی، نام از اینا رو ببینید، کسی حرف نیک می زنه نمی زنه. ما 2 روز قبل از سقوط کابل از لشکرگاه هلمند رفتیم به طرف کابل، یعنی ما تا آخرین روز یک دسته از جوانایی که باید می جنگیدن ما جنگیدیم، اما در نهایت مجبوریم. حرف هایی که ما زدیم برای ما درد سرساز شده بود، ما به خاطر از این حرفا و به خاطر این سخنرانی های بارها تهدید شده بودم که چرا این کار رو میکنم، اما با کی باید میگفتم؟ باری با یکی از کلانا گفتم که جنجال های اینی رقم است، اینی موارد باید یادواری، اینی موارد باید پیشگیری بکنیم، اینه تو شما برای ما تماس تلفنی تهدید از قدمی بالای خود ما آمد. ما درک میکردیم که وضعیت چی میشه، ما میفهمیدیم که ما میریم به طرف سقوط. ما 4 ماه قبل از اینکه افغانستان سقوط بکنه پیش آقای ریگستانی آمدم گفتم جنگ به شمالی کشانده میشه. ما 4 ماه قبل از این سقوط آمد، و اما چی فایده کرد؟ با کی میگفتیم؟ ببینید دوستان مخاطب، گوش کردید چی گفتم ایجاد؟ خیلی فکر میکنم پاسخ بحث امشب تو همین چند جمله اخیر داد، باید زودتر اینجا نیست. میگه ما کاملا متوجه بودیم چه اتفاقی میفته. خب به هر حال وقتی که عمرای ارتش فکر کنن یک مشکلی هست، یک اتفاقی داره میفته، میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا به یک وزیر معتمد خودش در کابینه میگه، درسته؟ خیلی خوب، آقای امیر رفته به وزیر بالادست، به امیر بالادست، به سردار بالادست، هر کسی بوده. خب من میتونم حدس بزنم مثلا به آقای عبدالله، عبدالله یا قانونی یا هر کسی، یک آدمی که در کابینه به اینها نزدیک بوده، گفته آقا
این شمالی سقوط میکنه یا این مشکلات میاد یا همین سخنرانی رو کرده خبر داده که در این اتفاق میفته چه بکنیم؟ به جای اینکه بگن ما شاء الله عجب پیش بینی کردیم، مؤاخذه کردن، تهدیدش کردن، سه ماه حقوق برام ندادن. دقیقا بحث اینه دیگه. علت اینه که دوستان من درباره نقش بزرگواران مثل آقای صالح، مثل آقای بسم الله خان که توی آخر روزها اومد اون سمت عجیب رو پذیرفت در حالی که هیچ صلاحیتی بهش داده نشد، هیچ اجازه کاری بهش نمیدادن. اینها اینقدر سگ اون صندلی ها اون قدرت چشمشون رو کور کرده بود که مردم حیران موندن. این آدم میاد شکایت میکنه به اون آدما، امثال اونها، حالا نلزوما اون آدما، بعد سه ماه حقوقش قطع میشه. اون آدما در این حال نمیان طرف اینو بگیرن، یه جبهه بسازن، کودتا بکنن، یه خاکی به سرشون بکنن. امروز افغانستان یه وضع دچار نشه، همین تو آخر روزها هم تو وای میستن، دولت رو توجیه میکنن به نحوی که به قول امید همه تصور میکنن خوبتر از این حکومت دیگه وجود نداره. برای اینه که اون خیانت سنگینه، برای اینه که این آدم ها قابل بخشیدن نیستن، کارشون قابل توجیه نیست، اصلا نمیتونه آدم بفهمه با چه سیستمی، با چه تفکری، چطور ممکنه خود اونها فریب خورده باشن در حالی که خودشون بنیانگذار یا در کنار آدم هایی بودن که این فریب رو برنامه‌ریزی کرده. در این حالت یا باید بگی این آدم ها خائن بودن، یا باید بگی بسیار کودن بودن که بغل گوش اونها نقشه قتلشون رو، نقشه قتل نوامیسشون رو، نقشه قتل قومشون رو، نقشه قتل ملت افغانستان داشتن میکشیدن و اونها دنبال این بودن که وزارتشون رو حفظ بکنن، دنبال این بودن که رئیس کمیسیون گوشکوب باشن، دنبال این بودن که بچه‌شون سفیر فلان کشور باشه. اصلا متوجه نبودن که یک ملت داره برباد میره. امروز داریم نتیجهش میبینیم، هر روز یکی ناپدید بشه، هر روز یکی بکشن، هر روز یکی تبعید بشه، مقاومت در کوه‌ها توی برف. ای وای ای وای. آقای فلان صاحب، یک موضوع یادآوری بکنم. ما به عنوان کسی که هم گفتم با قدمی بالا و هم با پایان با مردم در ارتباط بودم، وطن ما نیاز به یک انقلاب، یک انقلاب در این وطن باید رخ میداد. ما از بس تلفات ما بیشتر بود، باور بکنید ما بار در یادداشت های خود نشته کردیم که ما میریم به انقراض انسان ها در افغانستان. اما ای که طالب ها تنها جریان آماده در مقابل از این وضعیت بودن آمدن حکومت اگر، ما هیچ گروه دیگر نداشتیم که در مقابل آقای غنی استاد باشه و این وضعیت مدیریت رو کنترل بکنه. شما هیچ گروه اپوزیسیونی ندارید. یک نکته دیگه، متوجه شدین چی گفت؟ یک گره دیگر اینجا باز میگه وضعیت حکومت اینقدر فشل شده بود، اینقدر به هم ریخته بود که قطعا این حکومت سقوط میکرد، یک انقلابی باید رخ میداد، مردم میخواستن وضعیت تغییر بکنه، قطعا باید این اتفاق میفتد. در این حالت طالب پیروز نشد. علت این که ناگهان سیطره پیدا کرد، تنها بدیلی که موجود بود به جای غنی طالب بود، آماده بود، اونم اومد گرفت. وگرنه اگر اپوزیسیون قوی بود، اگر اینها دور هم جمع شده بودن، اگر زودتر به فکر افتاده بودن، خودشون و مردم رو و فرماندهان نزدیک به خودشون رو فریب نمیدادن. وقتی فرمانده بهش میگه آقا داره همچین اتفاقی میفته، به جای که حرفش بپذیره، ترفیعش بده، تهدیدش میکنه، اگر این اتفاق نمیافتاد، اینها بدیل داشتن، جانشین داشتن به جای غنی، میتونستن بلا فاصله همه چیزو دست بگیرن، امارات امروز در رأس قدرت نبود. باز نکته یکی از پاسخ‌ها رو اینجا داد آقای امیرخان، بدیل نبود. یک بار دیگه مرور کنیم دوستان من. میگه مردم از غنی به تنگ آمده بودن از حکومت، سرباز دیگه حاضر نبود به جنگ برای حکومت، واضح بود که این حکومت میره، یک انقلاب لازم بود، یک دگرگونی، مردم یه چیز جدید می‌خواستن. در این وضعیت دوستانی که امید بود بهشون از آقای عبدالله تا آقای نمیدونم عطا و مارشال و کیو کیو کی، اینها اصلا توی مفکوره و ذهنشون نبود که آقا اینا نیروی بدیل باشن، آماده باشن، این حکومت داره فریب میده همه رو، اینها دارن بازی میکنن، انقریب این حکومت سقوط میکنه. چند روز مونده بود به سقوط کابل، فکر کنم 2 هفته به سقوط کابل بود که بسم الله خان وزارت دفاع قبول کرد. این نشون میده که اون آقای بسم الله خان چقدر توی اون محاسبش اشتباه میکرد اون موقع، یعنی یا اون موقع بسیار در عین جهل این کار کرده و فریب خورده که دیگه بعید از فرماندهی کنار عامر سر مسعود جنگیده، یا اینکه اون موقع خیانت کرده. اینا باید جواب بدن، یعنی چی 2 هفته مونده همه چی داره سقوط میکنه، هیچ اختیاریاتی هم به تو نمیدن، چرا قبول میکنی وزارت دفاع به جایی که بیای این افسران دور هم جمع بکنی که اگر اتفاقی افتاد یه جانشین یه الگو داشته باشید که بتونید بلا فاصله همون نقطه‌ای که گفتم مثلا کودتا بکنید. اصلا تو این فکرام تا آخرین روز هدفشون نزدیک شدن بیشتر به غنی بود، هیچ بدیلی جز طالب نبود. غنی رفت، قدرت دیگری نبود، طالب هم اومد جاش. این که میگن بسیار نکته رو درست توضیح داد امیر جان. سوال دیگه که پرسیدن در مورد اینکه وقتی سقوط کرد کابل، خب خیلی از قطعات و افسرهای عالی رتبه ارتش
رفتن امریکا و جابجا شدن و منم خبر دارم که زمینه برای شما فراهم بود میتونستی بری. چرا نرفتی؟ چرا رفت مستموندی؟ به همسنگرهای ما چی جواب میدادیم؟ برای یتیمایشان چی میگفتیم؟ برای وارثینشان چی میگفتیم؟ برای فرزندایشان چی میگفتیم؟ این جوانی را چگونه میتونستیم اونجا سپاری کنیم؟ ما گفتم این درد ما میفهمیدیم و ما و طالب هر دو میفهمیم که او به جنگ نگرفتن، او بدیل هیچی بوده که آمده گرفتن. نمیتونستم نه وطن خود رها کرده میتونستم، نه بس همسنگرا و سربازایی که زیر دست ما عملیات کرده بودن شهید شده بودن به ورثه جواب داده میتونستم، نه به بیوزنایش گفتم میتونستم بیکاره و نه میتونستم که واقعا سربلند زندگی کنم. تا روزی که بتانم میستم، نشد شاید برایم ولی پس میاد. ما هنوز همسنگرای خود، خانوادهش، شهدایش، گرچه معذرت میخواید ببخشن ما، اما از توان ما نبود ولی هستیم کنارشان. ملت ما دوباره به پا خواهد خیست. خود شما به حال به مقاومت پیوستید، کنار اونها ادامه دادید مبارزه رو در با رهبری احمد مسعود. در این باره هم اگر در آخر چیزی مونده بشنویم مسعود. ما در بحث های خود پیشتر یادآوری کردم که گزینه جز طالب نبود، اما وقتی ما گزینه جز طالب داشتیم استاد شد. استاد شدن ما کنار احمد مسعود نشان دهنده از این بود که هر رهبر دیگری که با جای رفتن پشت منافع شخصی و امتیازهای فردی کنار ملت خود استاد میشد، ما کنارشون استاد میشد ولو مشکل پیش آمد. ما پنشیرم بنا به موضوعاتی که بود از دست داده، ولی ما بازم استاد میشیم، بازم استاد میشدیم. و پیام ما به خاطری کاری است که همه رهبرایی که برآمدن از وطن و وطن ترک کردن، اگر به اندازه احمد مسعود غیرت و همت میکردن، امروز نیمی از افغانستان دست از اونا و شاید میتونستن تاریخ گذشته شرم‌آور خود دوباره پس جبران بکنن. آفرین. بله، همه حرفای مهم رو دارین آخر میزنید. ببینید خیلی نکته خوبی رو گفتن، گوش کردین. میگه اگر ما بنای جنگیدن نداشتیم و اهل معامله بودیم، خب چرا بیایم بعد پشت سر احمد مسعود بیستیم تو خواهی هندوکش تو برف به جنگیم؟ یک نفر اگر ایستاد گفت من آمادم، من معامله نمی کنم، من فرار نمی کنم، ما پشت سر یه نفر ایستاد. اما تا قبل از اون همه این رهبران راست میگه، هر کدوم اینها داشتن لاس میزدن با قدرت، داشتن لاس میزدن با غنی، لاس میزدن دنبال وزیر شدن و وکیل شدن و سفیر شدن بودن. کسی از بین اونها در فکر سازماندهی نبود. اگر کسی هم تلاش میکرد مثل همین موردی که گفت تهدید میشد به جای که تنویل بشه و کمک بشه.